در بازی‌های مخفی‌کاری هوش و ذکاوت و استفاده از فرصت‌ها حرف اول و آخر رو می‌زنن، به طوری که خیلی‌ها یه بازی مخفی‌کاری خوش ساخت رو با هیچی عوض نمی‌کنن. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شما ایم با 10 بازی مخفی‌کاری برتر دنیای بازی‌های ویدیویی. Source has to be somewhere down here. Now this wall. They're taking him back to the old prison. Just the ones they think might. بسیاری از بازی‌های ماجراجوی مدرن تا حدی از مخفی‌کاری استفاده می‌کنند، اما بازی Rise of the Tomb Raider این ویژگی رو بهتر از بسیاری از همردیف‌های خودش پیاده سازی کرده. این دنباله بر پایه بازی فوق‌العاده Tomb Raider که در سال 2013 منتشر شده ساخته شده و حتی بزرگتر و به اعتقاد بسیاری بهتر از اون بازیه. لارا کرافت ابزارهای زیادی برای از پا درآوردن دشمنا در اختیار داره. با این وجود مخفی‌کاری تنها بخش کوچیکی از چرخه گیم پلی رایز of the Tomb Raider به حساب میاد. عنوان دوس اکس منکایند دیوایدد بهترین عنوان در سری خودش به حساب نمیاد و احتمالاً از لحاظ داستانی چیز بیشتری از نسخه قبلی مجموعه برای عرضه نداره، اما با این حال گیم پلی مخفی‌کاری این بازی از نظر کیفیت بی‌نظیره. یک از انتقادهای اصلی که به نسخه قبلی بازی وارد میشد این بود که نمیشد تماماً بازی رو به صورت مخفی‌کاری تموم کرد. منکایند دیوایدد اما این مشکل رو برطرف کرده و میتونین کل بازی رو به صورت مخفی‌کاری تموم کنید. گزینه‌های بیشتری برای هر دو سبک مخفی‌کاری و اکشن در نظر گرفته شده که باعث میشه تجربهشون لذت بخشتر بشه. منکایند دیوایدد یه جورایی الماس فراموش شده است که خیلی ها زمان ارزش بهش توجه نکردن. اگه هنوز تجربهش نکردین قطعا بهتره یه شانس بهش بدین. سری بازی‌های The Evil Within شبیه به Resident Evil عناوینی در سبک تیراندازی سوم شخص هستند که بیشتر بر سبک وحشت و بقا یا همون سروایوول هورور تمرکز دارند تا اکشن. دنباله این مجموعه که در سال 2017 منتشر شد، برخلاف ساختار خطی‌تر نسخه اول، یه شهر مرکزی رو به عنوان پایگاه در نظر گرفته که پر از منابع و مهمات و مجموعه چشمگیر از موجودات کابوسواره. سباستیان شخصیت اصلی بازی هرچند کاملا بدون دفاع نیست، اما مهمات محدودی داره. در نتیجه مخفی‌کاری تو بازی عنصری بسیار حیاتیه. Scan the lock with your camera and I'll have a try. Huh? Oh! No! Are you nuts? What the? تصور کنین توی کلاب شبانه تو برلین با جمعیت قاطی شدین و از سر و صدای کرکننده پارتی برای خفه کردن صدای چاقو و تیراندازیتون استفاده میکنین. برخلاف بقیه بازی‌های فرانچایز هیتمن، در هیتمن 3 مفهوم مخفی‌کاری بیشتر به جلب توجه نکردن و در دید بودن مربوط میشه تا قایم شدن. The Last of Us Part 2 خشن‌ترین و همزمان غمگین‌ترین بازی پلی‌استیشن 4. استودیوی ناتی داگ با تکیه بر ماجراجویی آخرالزمانی شاهکار خودش در نسخه اول، عناصر مخفی‌کاری رو در The Last of Us Part 2 تقویت کرده و دنباله‌ای ساخته که هم عذاب‌آوره و هم چالش برانگیز. بزرگترین نقطه قوت بازی اینه که بین احساس قدرت و درماندگی کامل رو لبه تیغ حرکت می‌کنید. بسته به سلاح‌هایی که در دست دارین، الی می‌تونه از یه دختر ترسیده و غیر مسلح به یه شخصیت قوی هست که میتونه کلی دشمن رو به صورت کاملا مخفیانه از بین ببره تبدیل بشه. Okay,
بازی مخفی کاری اسپلینتر سل بلکلیست به اندازه کافی و اونطور که سزاوارش تحسین نشده. اون چیزی که یوبیسافت ترانتو تونست تو این عنوان ارائه بده واقعا قابل توجهه. بلکلیست به جای سیستم ذخیره کردن در هر لحظه که در اکثر عناوین مخفی کاری رایجه، از سیستم چک پوینت استفاده میکنه. برخلاف دو بازی اول سری، این موضوع اینجا آزاردهنده نیست، چون هر بخش مخفی کاری یک چک پوینت داره. پلیر سه سبک یا استایل بازی مختلف داره که همشون خوب از آب در اومدن، که توی بازی مخفی کاری در آوردن و ساختن چنین چیزی خیلی سخته. بخش چند نفری بازی هم عالیه و برای عنوانی که رو کنسول های ایکس باکس 360 و پلی استیشن 3 منتشر شده، گرافیکش فوق العاده است. بین همه بازی‌های سری Assassin's Creed، Assassin's Creed Brotherhood همچنان به عنوان یه بازی مخفی کاری تمام عیار بهترینه. از طرف دیگه Assassin's Creed Brotherhood با بخش چند نفره خودش یه تجربه مخفی کاری کاملاً منحصر به فرد ارائه میده. تو این بخش چند نفره با حداکثر 6 نفر بازی می‌کنین و باید بازیکن خاصی رو که مشخص شده ترور کنین، در حالی که همزمان باید از خودتون در برابر دیگرانی که قصد جونتون رو کردن محافظت کنین. به خاطر اینکه هدف‌ها همیشه شبیه NPC ها هستن، باید حسابی محیط رو زیر نظر بگیرین تا غافلگیر نشین. متاسفانه مدتی سرورهای بازی خاموش شدن و این بخش چند نفری فوق‌العاده برای همیشه از دسترس خارج شده. Hello? I will never forget her words. Here looked up at me and asked what shrine to the Dishonored 2 یه بازی اکشن ماجراجوییه که در سال 2016 توسط آرکین توسعه یافته و توسط بتستا منتشر شده. Dishonored 2 یه بازی مخفی کاری اول شخص با تمرکز قوی بر انتخاب‌های بازیکنه. دنیای بازی کاملا بازه و بازیکن‌ها میتونن مأموریت‌ها رو به روش‌های مختلفی انجام بدن، مخفی کارانه یا اکشن. اونا میتونن از توانایی‌های ماوراءطبیعی کاراکتر بازی برای کشتن دشمن‌ها استفاده کنن و یا کاملا از خشونت پرهیز کنن. Dishonored 2 نقدهای مثبتی از منتقدات دریافت کرد که طراحی جهان، طراحی مراحل و گیم پلیش رو تحسین کردند. این بازی همچنین یه موفقیت تجاری بود و در اولین هفته انتشار خودش بیش از 1,000,000 نسخه فروخت. Blades are time to move. Shadow Tactics Blades of the Shogun یه بازی مخفی کاریه که در سال 2016 برای پلی‌استیشن 4، ایکس باکس 1 و کامپیوترهای شخصی منتشر شده. در این بازی شما کنترل گروهی از آدمکش‌ها در ژاپن فئودالی رو به دست می‌گیرین تا مأموریت‌های جاسوسیشون رو انجام بدین. هر مرحله از بازی مثل یه پازل میمونه که مشابه سری بازی‌های کماندوز طراحی شده. علاوه بر این، Shadow Tactics داستانی عالی با شخصیت‌های بیادموندنی داره و برای طرفدارای این سبک کلاسیک چالش‌های جذابی ارائه میده. باید به استودیوی کلی انترتینمنت برای ساخت یه بازی دو بعدی که به اندازه بهترین عناوین مخفی کاری سه بعدی جالب و مهیج آفرین گفت. در واقع زیبایی مارک آف دنینجا به خاطر محدودیت‌های دو بعدیش نیست، بلکه این محدودیت‌ها به مخفی‌کاری بازی کمک می‌کنه. این زاویه دید شما رو مجبور می‌کنه به روش‌های جدیدی فکر کنین و اینجاست که حل معما و حرکات پارکور به بخش جدای ناپذیر بازی تبدیل می‌شن. Stop him! Еще одна колонна срочно была атакована. Пять? Что мы потеряли? Окей.
متال گیر سالید 5 از نظر کیفیت مخفی کاری بقیه عنوان‌های مجموعه رو پشت سر می‌ذاره. بازی گزینه‌های زیادی پیش روی بازی کننده برای انتخاب نوع بازیش قرار میده. حتی بیشتر از متال گیر سالید سنیک ایتر، عبور از دشمن‌ها با ایجاد حواس‌پرتی بسیار سرگرم کننده و جذابه. ابزارهای زیادی هم برای ایجاد حواس‌پرتی در اختیار دارید که به طور جدایی ناپذیری با سیستم گسترده لوت و ارتقای بازی پیوند خورده. نفوذ به ساختمان‌های حلقه گیم پلی جذاب رو تشکیل میده و باعث میشه پلیر از اول تا آخر از بازی کردن اون مرحله لذت ببره. کوجیما موفق شده فرمول مخفی کاری رو در آخرین متال گیری که ساخته به تکامل برسونه. اگه به این سبک ویدیوها علاقه دارین و دوست دارین بازم همچی محتواهایی تو کانال بذاریم، نظرتون رو با ما تو بخش کامنت ها به اشتراک بذارین. راستی با لایک کردن ویدیوها و سابسکرایب کردن کانال کمک زیادی به بهتر دیده شدن ویدیوها و همچنین رشد کانال میکنین. امیدواریم از این ویدیو خوشتون اومده باشه.